با سلام خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته ای که گذشت در این برنامه گزارشی داریم از کنفرانس لندن که هفته گذشته با شرکت از نمایندگان هفتاد کشور جهان برگزار شد نگاهی خواهیم داشت به تمدید بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست از آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی خواهیم گفت و در پایان نیست به نام امینی خبرنگار ما در ترکیه از توافق دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمدهای حاصل از آن میگوید با ما همراه باشید پس از گذشت بیش از هفت سال از امضای توافقنامه اولیه خط آهن بین المللی شرق دریای مازندران به, طول 926 کیلومتر که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و ایران را به هم وصل می کند و 80 کیلومتر از آن در خاک ایران است روز چهارشنبه دوازده آذر با حضور رؤسای جمهور سه کشور به بهره برداری رسید بر اساس گزارش این خط آهن کشورهای آسیای میانه و قفقاز را به آبهای آزاد متصل خواهد کرد حسن روحانی در مراسم افتتاح این پروژه در ترکمنستان گفت از طریق این راهن امروز نه تنها سه کشور به هم متصل شدند بلکه این راهن وسیله‌ای خواهد بود که راحت تر به خلیج فارس و دریای عمان و کشورهای شرق منطقه چین، روسیه، ترکیه، اروپا و مدیترانه نزدیک تر شوند. در کنفرانس حمایت از افغانستان در لندن تأکید شد که این کشور پس از خروج نیروهای نظامی خارجی تنها نخواهد ماند اشرف غنی در این نشست مبارزه با فساد دولتی و اصلاحات در عرصه حقوق بشر و حقوق زنان را وعده داد هیئت‌های از هفتاد کشور جهان در کنفرانس لندن حضور داشتند جامعه جهانی پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در کنار این کشور میماند. این تاکید بود که کشورهای حاضر در کنفرانس یک روزه لندن با وعده پرداخت میلیاردها یورو کمک مالی به دولت کابل بیان کردند. اشرف غنی رئیس جمهور جدید افغانستان در واکنش به ارائه این کمک ها اطمینان خاطر داد که دولتش با فساد مقابله جدی کند و اصلاحات سیاسی به جریان بیاندازد. وزیر خارجه آمریکا جان کری نیز در سخنرانی خود تاکید کرد اجرایی شدن این وعده ها تنها به سود افغانستان نخواهد بود بلکه همگی از یک افغانستان با صوبات و همسو با همسایگان خود سود میبرند. آقای کری ابراز امیدواری کرد که افغانستان، هندوستان و پاکستان بتوانند مشترکاً به یک قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شوند. نشست پنجشنبه 13 آذر در لندن در پیوند با اجلاس کمک های مالی توکیو در سال 2012 میلادی برگزار شد که وعده پرداخت میلیاردها دلار به افغانستان را در مقابل اصلاحات سیاسی و اجتماعی داد. متجاوز از 90 درصد بودجه افغانستان تاکنون از طریق این کمک های خارجی تامین شده است. فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا بر این اساس در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس لندن خواستار پشتیبانی درازمدت مدت از افغانستان شد اما فراخانی نیست به خود افغانها داد مردم و دولت افغانستان باید از کمک های مالی ارائه شده به نحو احسن و بهینه استفاده کنند دولت بریتانیا متحد شده که تا سال 2017 سالانه 225 میلیون یورو به افغانستان کمک کند. اشرفغنی رئیس جمهوری افغانستان در این نشست طرحهای اصلاحاتی خود را ارائه کرد و گفت قانون این اصلاحات مبارزه با فساد حمایت از حقوق بشر و تقویت نقش زنان در جامعه افغانستان خواهد بود اشرفغنی اطمینان خاطر داد که کشورش را پس از پایان مأموریت ناتو به مسیر پیشرفت اقتصادی و چشماندازی مسالمت‌آمیز هدایت کند آقای قنی افسود در پنج سال آینده شرایط زنان، جوانان و فقیران در افغانستان بهبود می‌یابد. و از جامعه جهانی خواست برای تأسیس نخستین دانشگاه زنان در این کشور همیاری کنند و با سرمایه گذاری و پروژه های مشترک ساختارهای اقتصادی آن را تقویت سازند. طبق برنامه توافق شده، واحدهای ناتو تا سال 2014 خاک افغانستان را ترک می و مسئولیت امنیت این کشور را به نیروهای محلی می سپارند. در لندن و چند هفته مانده به اجرایی شدن این تصمیم، نخست وزیر بریتانیا، وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری افغانستان درباره نقش غرب در دوران پس از خروج ناتو مذاکره کردند. محور اصلی وظایف نیروهای غربی در افغانستان من بعد آموزش پلیس و ارتش این کشور خواهد بود. از سال 2014 تا سال 2017 حدود 12 هزار سرباز خارجی همچنان در افغانستان میمانند تا واحدهای مسلح محلی را تربیت کنند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان نیز در نشست لندن بر همکاری تنگاتنگ دو کشور در مقابله با تروریسم تاکید کرد. آقای شریف گفت هیچ یک از دو کشور نباید بگذارند که از خاکشان خطری متوجه دیگری شود. حملات اسلامگرایان افراطی در افغانستان در هفته های گذشته جان دهها نفر را گرفته است از ایران ابراهیم رحیمپور معاون وزارت خارجه در نشست لندن حضور داشت در حاشیه کنفرانس لندن نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز به طرح خواستهای خود از دولت غنی و جامعه جهانی پرداختند در این نشست همچنین گروه های حقوق بشری مانند سازمان اف بین الملل دیدبان حقوق بشر و بیش از پنجاه کنشگر مدنی افغان حضور داشتند که از دولت غنی میخواستند که تلاش بیشتری برای احقاق حقوق زنان به خرج دهد و به ویژه امکان سرمایه گذاری برای تقویت ساختارهای آموزشی زنان را فراهم سازد حکم بازداشت جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد در رویدادی دیگر مرتبط با تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی 27 زندانی سیاسی در بند 12 زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرند حکم بازداشت جیسون رزایان، خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست برای مدت 60 روز دیگر تمدید شد. جیسون رضاییان به همراه همسرش یگانه صالحی که او نیز خبرنگار است، به دلایل نامعلوم در 31 تیر ماه گذشته بازداشت شدند. خانم صالحی پس از حدود دو ماه آزاد شد. آقای رضاییان از سال 2012 به عنوان خبرنگار واشنگتن پست در تهران کار می کرده است. وکیل آقای رضاییان تا کنون موفق به ملاقات با او نشده است. دیدبان حقوق بشر و روزنامه واشنگتن پست خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان شدند. در حالی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی اوایل آبان ماه از احتمال آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست تا یک ماه دیگر خبر داده بود هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضایی روز 20 آبان گفت که پرونده این خبرنگار ایرانی آمریکایی تکمیل نشده و برای تکمیل آن حدود یک ماه زمان نیاز است. بعضی از رسانه های وابسته به اصولگرایان آقای رضاییان را به جاسوسی برای ایالات متحده متهم کردند. در همین حال گروهی در ایران به نام سازمان بسیج حقوقدانان در مرداد ماه با طرح این ادعا که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست موجود است خواستار اعدام آنان شده بود کمیته دفاع از خبرنگاران اخیرا نوشت علاوه بر جیسون رضاییان 35 روزنامه و خبرنگار دیگر در ایران زندانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارم مهر ماه گفته بود که فکر نمی کند که افراد به خاطر فعالیت های روزنامه نگاری در ایران بازداشت شده باشند. این سخن حسن روحانی با اعتراض گروهی از روزنامه نگاران ایرانی روبرو شد که آن را یادآور تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. در رویدادی دیگر کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گزارش داده است اعتصاب قضای 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه همچنان ادامه دارد. ابتدا علی رزا رسولی 19 آبان ماه در اعتراض به وضع بد درمانش دست به اعتصاب قضا زد و سپس به تدریج چند زندانی سیاسی دیگر هم به او پیوستند. این زندانیان به بدرفتاری زندانبانان معترضند. آنها همچنین خواهان آنند که از بند مستقل برخوردار باشند. مسئولان امنیتی زندان ارومیه 11 آذر ماه 1393 با اعتصاب کنندگان دیدار کردند. آنها اعتصاب کنندگان را تهدید کردند که چنانچه به اعتصاب قضایشان ادامه دهند، حکم اعدام زندانیان محکوم به اعدام را اجرا خواهند کرد. ده تن از اعتصاب کنندگان حکم اعدام دارند. با این حال، آنها به اعتصاب قضای خود ادامه دادند. علیرضا رسولی که دو سال از دوران حبسش را سپری کرده است وضع جسمانی بسیار وخی می دارد و به سرطان مبتلاست. مسئولان زندان از مداوای این زندانی در یک بیمارستان تخصصی سر باز زده بودند و حتی داروهایی را که پزشک برای او تجویز کرده به او تحویل نداده بودند. در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی بود که ابتدا علی رزا رسولی دست به اعتساب غذا زد. اعضای خانوادهش نگران سلامت او هستند و خوشدار دادند که ممکن است این زندانی سیاسی جانش را از دست بدهد. وضع جسمانی علی افشاری یکی دیگر از اعتصاب کنندگان هم رو به وخامت گذاشته است. او به اتهام محاربه در زندان مهاباد محبوس است. مسئولان امنیتی زندان مهاباد منصور آروند یکی از اعتصاب کنندگان را نیز به زندان مهاباد منتقل کردند. امیر ملا دوست یکی دیگر از اعتساب کنندگان را هم به مرخصی اجباری فرستادند. به این ترتیب اکنون 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه در حال اعتصاب قضا هستند. مهمترین دلیل اعتساب زندانیان بدرفتاری زندانبانان است. بر اساس آیننامه داخلی قانون زندانها بر رفتاری های مانند زندان انفرادی، چشم بند زدن به زندانی و همچنین توهین و تحقیر زندانیان جایز نیست. یکی از وکلای مدافع شاکیان پرونده تخلفات سعید مرتزوی در سازمان تأمین اجتماعی میگوید مرتزوی از ابزاری مانند لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده استفاده میکند تا روند رسیدگی به پروندش را کنتر کند پیشتر در گزارش مجلس از تخلفات مرتزوی آمده بود که علاوه بر برخی مقام های ارشد دولتی دولت محمود احمدی نژاد سی و هفت نماینده مجلس از سعید مرتزوی مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی هدیه گرفتند سعید مرتضوی پرونده های زیادی از دورهای مختلف مسئولیتش به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات دادستان تهران و ریاست سازمان تامین اجتماعی دارد که سنگین ترین آنها مشارکت در قتل زهرا کازمی و مشارکت در قتل پنج زندانی جوان در بازداشتگاه کهریزک بود. در پرونده بازداشتگاه کهریزک سعید مرتضوی با اتهام های مانند معاونت در قتل، نقض حقوق شهروندی و حدک حیثیت ناجا روبرو بود سنگینی این اتام ها او را از حضور در دستگاه و مناسب قضایی دور کرد اما نتوانست از صحنه خارجش کند محمود احمدی نژاد در آخرین دور ریاست جمهوریش مرتضوی را به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد لکن در این مقام نیز او در معرض اتهام های تازه قرار گرفت در گزارشی که یک سال پیش به عنوان گزارش هیئت تحقیق و تفحص از تریبان مجلس شورای اسلامی خوانده شد، سعید مرتضوی در مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی به تخلفات زیادی مانند فروش غیرقانونی 138 شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی شستا به بابک زنجانی پرداخت پاداش‌های شگفت‌انگیز به مدیران میانی و عالی رتبه تامین اجتماعی و نیز پرداخت پول‌های مشکوک به قابل توجهی از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس متهم شد. با وجود گذشته یک سال از انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس رسیدگی به پرونده تخلفات او در این مقام به جایی نرسیده یا اساسا مورد رسیدگی قرار نگرفته است در همین حال پیمان حاج محمد عطار یکی از وکلای شاکیان سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی میگوید آقای مرتزوی در حال حاضر از بعضی از ابزاری که در اختیار دارد مثل لیست نمایندگانی که به آنها وجوه غیرقانونی پرداخت کرده به عنوان اهرم فشار علیه قوه قضایی استفاده می کند تا روند رسیدگی به پروندهش را کنتر کند. در گزارش مجلس از تخلفات مرتضوی آمده بود علاوه بر برخی مقام های ارشد دولت محمود احمدی نژاد سی نماینده مجلس از سعید مرتضوی مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی هدیه گرفتند در میان مقام های دولتی دریافت کننده هدیه نام معاون اول احمدی نژاد نیز مطرح بود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده بود 37 نماینده مجلس در مجموع مبلغ 133 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان هدیه از سعید مرتضوی پول دریافت کردند و مدیران فعلی سازمان به هیئت تحقیق و تفحص گفتند نام دریافت کنندگان را تنها آقای مرتضوی در اختیار دارد پس از قرائت گزارش تخلفات سعید مرتضوی از تریبون مجلس او در نامه سرگشاده این نوشت که دریافت کارت هدیه و بن کالا مختص فقط همین 37 نماینده نبود است وی در این نامه نوشت در سه نوبت به 143 نفر، 75 نفر و 67 نفر از نمایندگان مجلس هدیه داده است. پیمان حاج محمد اتار به خبرگزاری ایلنا گفته است سعید مرتضوی با سوء استفاده از موقعیت خود ضربه سنگینی را به سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است و کلیه اقدامات او از سوی دستگاه قضایی قابل پیگیری و محاکمه است. 24 آبان ماه سعید مرتضوی با حکم دیوان عالی کشور به طور دائم از مشاغل قضایی و به مدت پنج سال از تمام مشاغل دولتی منفصل شد. اما هنوز از فرجام پرونده تخلفات او در سازمان تامین اجتماعی خبری نیست. یک کارشناس اقتصاد میگوید اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در دستور کار دولت قرار گرفته اما ارادهای برای حذف یارانه بگیران ثروتمند وجود ندارد برخی نمایندگان مجلس معتقدند زمینه اجرای فاز سوم هنوز فراهم نیست زمزمه های آغاز فاز سوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در حالی به گوش می رسد که دولت همچنان به راهکاری برای پالایش یارانه بگیران و حذف دهک های پردرآمد دست نیافته است. دولت یازده هم وعده داده بود در فاز دوم که اردیبشت ماه امسال آغاز شد افراد ثروتمند را از فهرست یارانه بگیران حذف کند. این اتفاق تاکنون رخ نداده و دولت برای عملی کردن آن ملاحظاتی دارد. مطابق برآوردهای خبرگزاری ایسنا از میزان یارانه های پرداختی در نیمه اول سال شمار یارانه بگیران از ابتدای پاییز از مرز 76 میلیون نفر گذشته است. دولت در شش ماهه نخست سال 20700 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرد. به گفته محمد رضا هنر نایب رئیس مجلس، کسری منابع دولت برای پرداخت این میزان یارانه هر ماه حدود 800 میلیارد تومان بوده است. حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی احتمال میدهد عدم حذف یاران بگیران ثروتمند ناشی از نگرانی از دست رفتن محبوبیت دولت در میان شهروندان باشد راغفر با انتقاد از ناتوانی دولت در گرفتن تصمیم های جدی و اساسی به سایت خبری فرارو گفته است به نظر می رسد دولت ساده ترین ولی پرهزینه ترین راه را برای اقتصاد کشور دنبال می کند و این یک خطر بسیار جدی است. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی فروردین ماه امسال در صحن علنی مجلس اعلام کرد ده میلیون پردرآمد در کشور شناسایی شدند و اگر برای دریافت یاران نام نویسی هم کنند حس می شوند. شش ماه پس از این سخنان اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعتراف کرد هنوز نتوانستیم به راهکارهایی برای شناسایی افراد نیازمند و غیر نیازمند از دریافت یاران دست یابیم. آقای راهفر معتقد است راه حل این مشکل با شناسایی افراد نیازمند بسیار ساده خواهد بود به گفته او با در نظر گرفتن خط فرق در ایران حد اکثر جمعیتی که استحقاق دریافت یارانه را دارند 30 میلیون نفر هستند و به عبارت دیگر یارانه نقدی به 47 میلیون نفر تعلق نمی گیرد. احتمال می رود دولت در صورت اجرای فاز سوم قانون هدفمندی با افزایش بهای حامل های انرژی قصد جبران کسری پرداختی یاران های نقدی را داشته باشد. غلام علی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با توجه به زمزمه های آغاز فاز سوم هدفمندی در سال آینده این کار را غیر منطقی خواند و به دولت توصیه کرد به جای افزایش درآمد به فکر کاهش هزینه ها از طریق حذف قشرهای مرفع از دریافت یارانه نقدی باشد علیرضا پورفرج استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تباتبایی طبع به دولت پیشنهاد می کند در فاز سوم ضمن افزایش 10 تا 15 درصدی بهای حاملهای انرژی حذف یاران بگیران ثروتمند را به طور جدی پیگیری کند آقای پورفرج در گفتگو با خبرگزاری ایسنا احتمال می‌دهد که تعلل دولت در حذف بخشی از یاران بگیران به علت ملاحظات سیاسی و مرتبط با انتخابات مجلس دهم ده باشد چنانچه ملاک قانون هدفمند کردن یارانه ها مجلس شورای اسلامی باشد، هم دولت قبلی و هم دولت کنونی بخشهایی از این قانون را نادیده گرفتند و بخش دیگری را نقض کردند. مطابق ماده یک این قانون دولت موظف است قیمت بنزین و گازوئیل را به ای افزایش دهد که تا پایان برنامه پنجم توسعه سال 94 کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد با توجه به کاهش شدید ارزش ریال به ویژه در دو سال آخر دولت محمود احمدی نژاد بهای سوخت در ایران اگرچه افزایش یافته اما با در نظر گرفتن قیمت دلار و بهای بنزین در خلیج فارس ارزانتر نیز شده است مطابق ماده هفت نیز دولت مجاز بوده حداکثر 50 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را صرف یارانه های نقدی و برنامه های دیگری چون توسعه خدمات درمانی مقاومسازی مسکن و اشتغال کند این در حالی است که از ابتدای اجرای این قانون حتی بیش از درآمدها صرف پرداخت یارانه نقدی شده است اقدام خلاف قانون دیگری که در دولت قبلی و کنونی انجام شده و می شود پرداخت یارانه مساوی به همه است. بند الف ماده هفت تصریح کرده که یارانه نقدی و غیر نقدی با میزان درآمد خانوار پرداخت شود. انفجار خودرویی در برابر اقامتگاه سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن سه کشته بر جای گذاشته است. مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت همه ی کارکنان سفارت ایران سالم هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز چهارشنبه دوازدهم آذر انفجار یک خودروی انباشته از مواد منفجره در برابر اقامتگاه حسن سجاد نام سفیر ایران در صنعا پایتخت یمن سه کشته بر جای گذاشته است خبرگزاری فرانسه در نخستین ساعت پس از این حادثه از دست کم یک کشته خبر داده بود. رویترز به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش داده روز چهارشنبه یک عامل انتحاری خود روی انباشته از مواد منفجره خود را در برابر اقامتگاه سفیر ایران منفجر کرده است. اقامتگاه سفیر ایران در منطقه های صنعا واقع شده که تحت مراقبت‌های ویژه امنیتی قرار دارد. خبرگزاریهای خارجی گزارش دادند که احتمالاً سفیر ایران به هنگام وقوع حادثه در این محل حضور نداشته است به گفته شاهدان عینی این انفجار سنگین به ساختمانهای اطراف آسیب زیادی وارد کرده و در منطقه انفجار آثار ویرانی به چشم میخورد نیروهای امداد گفتند که سه جسد یافتند افزون بر آن سه تن نیز مجروح شدند خبرگزاری فرانسه گزارش داده سفیر ایران که روز دوشنبه تازه اعتبارنامه خود را به دولت یمن تحویل داده بود در زمان انفجار در اقامتگاه خود حضور نداشته است رویترز از قول یک نظامی یمنی گزارش داده که کشته شدگان این انفجار ماموران حفاظتی یمن و ایران بودند ولی مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در رابطه با این انفجار گفت طبق آخرین اطلاعات همه کارکنان سفارت ایران در یمن سالم هستند به افزوده که جزئیات این حادثه در حال پیگیری است این نخستین بار نیست که دیپلمات‌ها ها و وابستگان جمهوری اسلامی در یمن هدف حمله تروریستی قرار می گیرند. های ایران در یمن تاکنون بارها هدف سوء های گوناگون بودند. هنوز یک دیپلمات ایرانی در یمن در دست شبه نظامیان این کشور اسیر است و یک وابسته سفارت ایران نیز در سال جاری به دست نیروهای شبه نظامی کشته شد. از ماه سپتامبر که گروه شیعی مذهب و شبه نظامی حوسی‌ها یا انصارالله در یمن قدرت را به دست گرفته و پایتخت این کشور را تحت کنترل خود درآوردند، خشونت در این کشور بالا گرفته است. این کشور از زمان سرنگونی حکومت علی عبدالله ساله در سال 2012 تا کنون درگیر ها و های شدید سیاسی است. در این درگیری ها جمهوری اسلامی ایران به طور سنتی از نیروهای شیعه حوسی در یمن پشتیبانی میکند نیروهای سنی در یمن ایران را به دخالت در امور داخلی کشور خود متهم میکنند در مقابل ایران همواره هرگونه دخالت در امور داخلی یمن را تکذیب کرده است با این حال در مهر ماه سال جاری علی اکبر ولایتی مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی حمایت کامل ایران از حسی های یمن را تایید کرد و خواستار آن شد که این گروه نقشی همچون حزب الله لبنان ایفا کنند شیعیان حسی در ماه سپتامبر سال جاری توانستند صنعا پایتخت یمن را تحت کنترل خود درآورند با این اقدام اقلیت شیعه توانست موقعیت خود را در دولت مرکزی و نیز در مناطق مرکزی و شرقی این کشور تحکیم کند با این همه نیروهای شیعه در جریان پیشروی خود به صد مقاومت نیروهای قبیله سنی برخوردند که به حزب الاصلاح نزدیک هستند شاخی القاعده در یمن نیز با تسلط شیعیان بر یمن مخالف است و با حوسی ها پیکار می رئیس سازمان بهزیستی میگوید کارتون خابی به ویژه در میان زنان در کشور رو به افزایش است اگرچه آمارهای کارتون خواب ها در کشور به طور دقیق مشخص نیست اما محمد باقر قاریباف شهردار تهران میگوید تهران پانزده هزار کارتون خواب دارد که در میان آنها افراد تحصیل کرده کم نیستند همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی کشور با حضور در شورای شهر تهران اعلام کرد که تعداد زنان کارتون در تهران و هومه رو به افزایش است. وی با تاکید بر اینکه اقداماتی برای اسکان کارتون ها در جریان است، تاکید کرد باید به وضعیت آنها توجه ویژه شود. همایون هاشمی میگوید در سال جاری 2000 تن از کودکان خیابان خواب شناسایی و اسکان داده شدند اما وی جزئیات برنامه های در دست اقدام برای رسیدگی به وضعیت زنان کارتون خواب را تشریح نکرد رئیس سازمان بهسیستی کشور با تاکید بر اینکه برای حل این مشکلات چاره‌ای جز راه حل مشارکتی وجود ندارد از مسئولان خواست تا به دور از اختلاف‌های سیاسی برای جلوگیری از ادامه وضعیت چاره اندیشی کنند هاشمی افسود که گاه میانه نهاد تحت نظارت او با نیروهای انتظامی یا قوه قضایی حتی تعریف مشخصی از متکدی یا کودکان کار وجود ندارد و همین سردرگمی رسیدگی به وضعیت را دشوارتر کرده است. پیش از این محمد باقر قالیباف شهردار تهران آمار رسمی افراد خیابانخواب در تهران را 15 هزار نفر اعلام کرده بود وی تاکید کرده بود که تعداد زنان و کودکان بی خانمان رو به فزونی است. او گفته بود که پیش از این در میان زنان بیشتر زنان سال خورده کارتون خواب بودند اما حالا بی خانمانی در میان زنان جوان نیز گسترش یافته است. قالیباف همچنین مطرح کرده بود که در میان کارتون خوابها افراد تحصیل کرده کم نیستند و حتی برخی چندین کتاب ترجمه کرده یا جانباز جنگی محسوب می شوند. کارشناسان معتقدند از آنجا که دوازده میلیون نفر زیر خط فقر هستند تعداد کارتون خوابها بسیار بیش از پانزده هزار نفر است. اما همزمان با اظهارات رئیس سازمان بهزیستی کشور معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تأسیس اولین قرارگاه مرکزی کارتون خوابها در پایتخت خبر داد میسم امرودی معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با حضور در جلسه شورای شهر تهران گفت که آن طرح کلان کلید خورده و مراحل مقدماتیش نیز طی شده است به گفته این مقام مسئول در حال حاضر 16 مرکز در حوزه ساماندهی آسیب دیدگان شهری فعالیت دارند و در زمستان گذشته این مراکز توانستند مجموعا 52 هزار بی خانمان را اسکان دهند. معاون شهردار انتقاد کرد که بسیاری از کارتون خواب و معتادان امکان استفاده از یارانه را ندارند. او اضافه کرد این افراد از مستحق ترین افراد جامعه اند اما چون بسیاری از آنها اوراق هویت مشخصی ندارند عملا از یاران محروم می شوند امرودی همچنین تاکید کرد که با نزدیکی فصل سرما شهرداری عملا نمیتواند منتظر مجوز صدور فعالیت برای سازمان های غیر دولتی در حوزه رسیدگی به وضعیت کارتون خواب ها باشد او گفت کارتون خوابها و به کودکان بلا تکلیفند و باید سریعا به وضعیت آنها رسیدگی شود. بر اساس نظر کارشناسان جامعه شناسی، کارتون ها در ایران ترکیب متنوعی هستند از افرادی که دچار مشکلات جدی اجتماعی و اقتصادی شدند و امکانات لازم را برای داشتن یک سرپناه به خصوص در شب از دست دادند تا فقرا، متادان یا کودکان فراری و خیابانی و همینطور مهاجرین و کارگران فصلی که در آخرین مراحل مجبور می شوند شب بدون سرپناه باشند. در حال حاضر در ایران که به خصوص هوا سرد است این افراد در تهدیدهای جانی قرار دارند دولت عراق و اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمدهای حاصل از آن به توافق رسیدند اختلاف بر سر تقسیم درآمدهای حاصل از فروش نفت اقلیم کردستان ماها منجر به تنش میان دولت محلی کردستان و بغداد شده بود بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد در چارچوب توافق جدید دولت عراق با اقلیم کردستان دولت ملی کردستان از منطقه نفتی کرکوک روزانه 300 هزار بشک نفت و از دیگر مناطق نفت شمال عراق روزانه 250 هزار بشک مجموعا 550 هزار بشک نفت صادر خواهد کرد و درآمد حاصل از اون رو در اختیار دولت مرکزی عراق قرار خواهد داد مسیر صادرات این نفت از طریق ترکیه خواهد بود همون خط لوله کرکوک یومورتالی که نفت شمال عراق رو به بندر جهان ترکیه صادر می‌کنه در واقع پیش از این توافق یادمون هست که دولت اقلیم کورستان بالغ بر 20 میلیون بشک نفت از همین خط لوله و از طریق بندر جیهان ترکیه به بازارهای جهانی عرضه کرده بود حالا ما دو طرف توافق کردند صادرات نفت تحت نظارت و هماهنگی دولت مرکزی اراق باشه در مقابل هم 17 درصد بودجه سالیان اراق به حکومت منطقه کردستان تعلق میگیره در واقع این 17 درصد بودجه هست که پیش از این در قانون اساسی عراق هم برای اقلیم کردستان در نظر گرفته شده بود منتها در طی ماه‌های اخیر که روابط اقلیم کردستان و بغداد بر سر فروش نفت تیره شده بود دولت مرکزی عراق در یک اقدام تنبیهی این بودجه رو قطع کرده بود جدای از این در واقع توافقی که روز گذشته انجام گرفت دولت مرکزی عراق متحد شده به منظور افزایش ظرفیت نیروهای پیشمرگه کرد که در حال نبرد با داعش هستند یک میلیارد دلار هم بودجه در اختیار دولت محلی کردستان بگذاره به نظر میرسه این توافق به نفع دو طرف هست مدتی بود بر اثر قطع بودجه سالیانه اقلیم کردستان این اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان دولتی خودش با مشکل مواجه شده بود از آن هم دولت مرکزی را با توجه به اقدام یک جانبه کردستان برای صادرات نفت و همینطور کاهش جهانی قیمت نفت طی ماهای اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده بود. هوشیار زیباری وزیر دارایی عراق با اشاره به همین موضوع معتقد این توافق یک توافق برد برد برای دو طرف خواهد بود او گفته که این مسئله تا میتونه توان صادراتی عراق رو افزایش بده بویژه در زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال کاهش هستش حدود دو هفته پیش هم احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه در سفر به اقلیم کورسان گفتگاه مفصلی رو در ارتباط با نهایی شدن این توافق با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کورسان داشت آفرین که مسیر ترانزیتی این خط لوله درآمد آمد سالیانه رو هم آید دولت ترکیه خواهد کرد تانر ایدلیز وزیر اقتصاد ترکیه ماه پیش گفته بود از ماه دسام صادرات نفت عراق مجددا از این خط لوله آغاز خواهد شد بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه ما نظر بدید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود